سلام دوباره، صبح بخیر به شما. بله، همه ما در زندگی به اصل آرامش نیاز داریم. امروز می‌خوایم در رابطه با رسیدن به آرامش صحبت بکنیم با مهمان عزیزی که در کنار ما هستند. استاد سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. ایمل جان سلام، مریم جان سلام. باز دوستاش کردم با مریم جان نمیگی. باز باشان گفتم گو جان کس دیگه سلام چرا جان بگمش. ما خو یک جان دارم که ملا. دوستای عزیزی که در افغانستان هستن سلام، دوستای عزیزی که در خارج برنامه ما رو میبینن و دوستای عزیزی که در جد استودیو با ما هستن. با کلگی سلام، امیدوار هستم یک هفته پر از خوشی و آرامش داشته باشه و لحظه لحظه ایشان که بعد از این سفری میشه هم در آرامش بگذره. انشالله و امید دعا را ما میکنیم برای همه. استاد جان، میگن که صحبت کردن بعضی ها و نشستن در کنار بعضی از رفقا و گفته خود ما و تو عزیزکای ما آرامش میبخشند. آیا واقعیت است که میتونیم با کنار عزیزای خود بشینیم و صحبت های عزیزای خود را گوش بکنیم بتونیم با آرامش برسیم؟ بدون شک ما باور دارم که همین برنامه هم که ما و شما داریم شاید به اقتدار بسیار آرام بخش باشه. بله. بسیار لذت ببره، خوشایند باشه برش. به ما حداقل میگن که خوشایند است و آرام بخش است. حداقل اونایی هم که میگن و آرام هستن هم کافی است. ما اجازه بده مریم جان و ایمل جان چند سطح آرامش بگویم که در کل بحث ما رو احتوا کنه. ما برای آرامش چند سطح داریم. اول سطح محیطی ماست که ما شما کجا زندگی میکنیم. یعنی محیط ما بخواین نخواین در آرامش ما نقش داره. دوم رفتارهای ماست، ما چی میکنیم، او رفتارهای ما تاثیر داره سر آرامش ما. هر حرکتی که ما انجام میدیم، هر قدمی که میگذاریم در آرامش و نارامی ما نقش داره، تاثیر داره. سوم هم هویت ماست، ما چی هویت برخوردار هستیم. بله. آیا ما میفهمیم که به چی کیستیم، چی هویت داریم، به چی عقیده و گرایش و باور پیش میریم. چهارم هم سطح باورها و ارزشهای ماست که خیلی مهم است و خیلی نقش داره. او طرف سطح تحصیل ما، دانش ما، سطح یا امثال هم در خارج رفتن یا مثلا تحصیلات خارجی و دیپلوم و دیگری و اینا آرامش نیست. اینا یک چیز بیرونی هستن. یادت هست ایمل جان که ما با یک قصه اونو بابگک کرده بودم که به یک خانه میره و او نرس برش میگه که او بابا ببخشی که ما در تاکاوی بر خود جای مانده و خاله و اتاقه خوب مردم گرفته. ای برش گفته بود که ما خوشی و آرامش انتخاب کردیم. یعنی هر جایی که ما رو ببرین ما در اونجا میخوایم آرام باشم، راحت باشم. ما ها تجربه کردیم، ببینین اگر زمانی که تفریح رفتیم، تفریح میله پغمان و قرغه و سارنگ و سیاد و اینا، اونجا امی غذا هم مزه کردن. همه غذایی که ما در اونجا خوردیم مزه کرده. حتی آب و هوایش هم لذت بخش. آب و هوایش هم لذت بخش بودم و امو سلام علیکی و رفت آمدیم که با مردم دور بغل داریم اونم هم خوب بوده. برعکس که دینجا در شهر ما داریم مثلا موتورا را قطع میکنیم و خشونت میکنیم و خشم میکنیم. نظر به اونجا فرق میکنه. چرا؟ چون ما با یک ذهن دیگه وارد و ساهم میشیم. با یک پیشفرز دیگه. بله. و این پیشفرزها این سطح‌های خاص آرامش رو ایجاد میکنه. ولی مثل همون قصه زندانبانی که به زندان برده بودنش و فقط یک دریچه که بسیار کوچکی بود و از این دریچه او طرف نگاه میکرد و بسیار زیبایی ها رو میدید و خودش آرامش احساس میکرد. برای همه میگفت که او طرف چقدر لذت بخش است و بحر است و فلان است و بستان است. ولی از اونجا که برآمد دیگاه که دیدن هیچ چیز در اوجا نیستن. استاد بین با ما مثلا با کوی از مشکلات هستیم. متاسفم. با این مشکلاتی که داریم در زندگی امروز خود هم از درد و رنج و مشکلات بینالیم. بله. چطور آرامش خدا حفظ بکنیم؟ و خیلی استاد با این باور هستن که فلان اتفاق در زندگی ما برسه بیفته شاید ما به آرامش برسم. اما وقتی همو اتفاق هم میفته او فرد به آرامش نمیرسه. پس خواست این آدم ها چی است؟ یک کتاب میخوندم اول. بله. در آغاز کتاب یک چیز نشته بود. در عنوانش هم همونطور چیز آرامش بود. چگونه به آرامش برسیم یا آرامش چگونه به دست میاد همونطور چیز بود. دقیقاً یادم رفته. باز بدن یک دوست من می چیشه بر مرا آن کرد. یک پیام شکر اینطور یک کتاب اینطور یک چیزی هست. این کتاب نویسنده در آغاز میگه که شما میفهمین آرامش چطور به دست میاد؟ آرامش وقت به دست میاد که شما خود و مشکلات خود، ناملایمات خود را قبول کنین.
خانوادگی و ذهنی و روانی که در این کشور به سر میبریم ما ای که آمدیم و انتخاب کردیم که در این جامعه و در این طور یک جغرافیا و کشور زندگی کنیم، خب دیگه ناله و فریاد دیگه لازم نیست. ما تصوری میست که اگر ما قبول کنیم وضعیت و بپذیریم وضعیت، این را آرام ما میکنه. ما یک مثال میتم برتان. مثلا یک کس شاید سوال کنه که استاد یک عزیز ما میمیره و ما چطور میتونیم به آرامش برسیم؟ ما میگیم که بعضی موارد ما به آرامش رسیده نمیتونیم، آنن نمیتونیم حداقل. مثلا آرامش بعد از یک مرگ، وقتی یک مرگ اتفاق میفته ما حداقل 4 مرحله را باید طی کنیم. مثلا زمانی که کسی میمیره اول ما شک میکنیم که مرده، نخواد مرده باشه، باز پس چندین بار در ریش دست میزنیم و بیدار شو یا اگر زنگ بزنه به ما تا که نرسیدیم ندیدیم قبول نداریم. بعدن که دیدیم مریم میبینیم که نه والا این خوی نه مرده، یعنی اولین مرحله که شو بشه شک است. بعدن که رسیدیم و دیدیم که جدی اونم توفا دیگه مرده، باز خشم میشیم که چرا مر، چرا این طرف رفت، چرا متوجهش نبودین، چرا دکتر نبودین، چرا این کار نکردین، چرا ماندین که طرف بره، چرا ماندین نگفتم این طرف انتحاری میشه. بله، یه هم سال مورد. بعدن بعد از این خشم افسردگی شروع میشه، یه هم یک مدت را برای چند وقت بعد از افسردگی پذیرش شروع میشه، یه قبول میکنه، آرام قبول میکنی خب برادرم بود، همسرم بود، فوت کرد و دیگه ما باید بالاخره چی شوم، آماده شوم. یعنی گاهی اوقات میتونید شما پذیرش در یک جای، مثلا خیلی از کسا هست که 6 سال 7 سال گذشته هنوز به پذیرش نرسیده، بله 2 سال 3 سال گذشته هنوز در افسردگی است، 2 سال گذشته هنوز در خشم است، 3 سال گذشته هنوز در چی است، شک است که مرده یا نمرده. مثلا شما بعضی مردم دیدین میگه نمیمونه که دفن شما، میگه نمرده زنده است. بله استاد، نیاز داره برای حرکت، من فکر میکنم که خطای شناختی داره. مثلا زمانی که میخواین پیش روانشناس بره، میخواین که در اولین جلسه یک پیش روانشناس رفت و هم یک چوف و پوف کنه و کلن یه آدم جور شوه، یک کپسول برش بده، امپول برش بده، میره خورد کلن، یعنی یک معجزه در وجودش اتفاق بفته. بله، که رقم نیست. ما به آرامش، ما به موفقیت، به هر چیزی که در دنیای ما هست باید بسیار بتپیم، بسیار باید بدویم و حرکت کنیم. خب استاد میگن اگر به دیگران عشق بورزیم، مهربان باشیم و دیگران را کنترل نکنیم و چیزایی که ما ازشان توقع داریم اوطور امرایشان رفتار نکنیم، این میتونه باعث آرامش در کل ما شود. در کل توکل به خدا، در کل عشق ورزیدن، در کل قضاوت نکردن، در کل توقع نکردن و در کل وضعیت را و حالت را پذیرفتن میتونه یک آرامش واقعی و الهی و ملکوتی را ایجاد کنه. خوشبختانه. بله، در پایان بین به عزیز صحبت بکنیم که چگونه شاد باشیم و شاد زندگی کنیم. فقط میخوایم میرم بپرسیم. ما آرزو دارم از این دوستای کامل از صدای مرا مشتاق و ما خودت میبینه. بله. مریم میبینه. ازشان جدا خواهش میکنم که همین لحظه با آرامش خود شروع کنه. بله، این همین لحظه چی میتونه به خاطر آرامش خود بکنه؟ و یکی میخوان شاد باشن، این همین لحظه تصمیم بگیره که در کابل کم صبح است، همین لحظه تصمیم بگیره که امروز چی سه کار را بکنه که اونا را شاد بسازه. بله، یک دو سه چی؟ همیشه نارام هستن، از اینجا اونجا میریم، از اونجا اونجا میریم و اصلا کار ما معلوم نیست که ما چی میکنیم. افسرده دل. بله، افسرده کند انجمنه انجمنه را. پس اینا میتونن آرامش ما را بگیرن؟ بدون شک. یک توصیه که ما معمولا به کسایی که استراب داره و وسوسه داره، مثل که شما گفتین، یا ناآرام هستن، در کلی هست که منابعی که اینا رو نارام میسازه، منابعی که اینا رو اذیت میکنه، منابعی که نارامیشون افزایش میده، این منابع رو به یک مدت قطع کنه و ما که سرش قطع میسازیمش آرام میشه. یعنی ما، یعنی یک از کارهای روانشناسا در دفاتر خود با مراجعین خود میکنه، یعنی منابع رو تشخیص داده و قطع میکنه، اما از کارا میشه و اینو کار خود فردا میتونه زخانی خود بکنه. به این سر فامیل هم کوتاه اشاره بکنیم. شاید امیل عذاب بعضی در فامیل خیلی اعصابشون خراب باشه، پدر، مادر، خواهر، برادر، در اول صبح این نارامیایی که در خانه هست، جنگ و جدالی که در خانه هست، پس آرامش ما را میتونه بدون شک. اما نکته ای که مریم اشاره کرده، ما رو بخوای برشان بگویم که لطفا قضاوت نکنن، لطفا توقع نکنن. اینمی کسی که در میرا رفته، تیز میره، تون میره، چای ناورد، روغن زیاد کرد، نمک کم کرد، دیره او کرد، اینمی آدم درک شوه. بله، با خدا به حد میتونه کمک کنه، می درک متقابل در زندگی زن و شوهری که هیچ چیز نمیتونه. درک متقابل در زندگی زن و شوهری جادو میکنه مریم، جادو.
بله. خب همکارا چقدر وقت داریم؟ با تلاش راه پیدا کردن بله، با تلاش پیدا کردن راه جادو کردن باشیم که چطور میتونیم جادو بکنیم. فکر میکنم یکی از کسایی که میتونه جادو بکنه همون لبخند و محبت است و بخصوص که در آغاز بدون دلیل بدون موجه انجام شده. خیلی سپاسگزار هستم. وقت توقعی وجود نداشته باشه از فرد مقابل. تشکر استاد. امیدوار هستم که امروز روز خوب باشه بر همگی و پر از آرامش شام. پر از آرامش. روز پر از آرامش و یک آمین. روز شاد بر همگی. آمین. بله. خب وقفه میگیریم.